24 ساعت برق چالان می بود، یک برق بود خلاص و بیرون نمی دیدیم که بیرون چی است. هفته است تقریبا. رهایی از بند طالبان برای سفی رئوف تولدی دوباره بود. رئوف و همراهانش در اتاق کوچکی در یک زیرزمینی زندانی بودند، اتاقی تاریک با دهلیز دراز و سلولهای متعدد، چهار دیواری که تنها یک دروازه داشت. همین هتل بود که زمین هتل ما دستگیر شدیم. از همین هتل ما را طالبان بردن. همیشه برای من فعالیت اصلی نهادی که صفی در آن کار میکرد ارائه خدمات بشردوستانه بود. یه اوسته کار مدنی برای کل همین شلتر ها و اینجا نان پخته میکنم. اول دفعه که هفته و دیدم بیخی احساس میکردم که یک آزادی است. بازم در بند بودیم. مگی نمیبخشید. او برای 70 روز تماسی با خارج نداشت. دست به اعتصاب غذایی زد، اما نتیجهش بدرفتاری و لاتکوب بود. تا اینکه پای پدر و مادر پیرش را به افغانستان کشید. همون روز 45 بود که برای ما اول دفعه اجازه تلفن داد و ما خانه فامیل تلفن کردیم و برایشان خبر دادیم که ما اینجا هستیم و فامیل هم برای ما اطمینان داد که شما به زودی خلاص میشین. اما زندانی طالبان شدن تجربه تلخی بود. 30 روز ما دمو کالایی که روز اول ما را برده بود دمو کالا بودیم از روز اول، و جامپر ما که بود او جامپر ما تقریبا ما 40 روز مو جامپر در جان ما بود و جامپر بیخی رنگش سیاه گشته بود. چرا طالبان او و همراهانش را بازداشت کردند؟ یک گپ که تا آخر ما پرسان میکردیم که چرا ما را بندی کردین، هیچ جواب نداشت. و یک گپ هست که هر کس از سرک بالا میکنه بندی میکنه، خلاص دیگه هیچ گپ نیست. گروه طالبان شمار زیادی از شهروندان افغانستان را خودسرانه بازداشت و زندانی کردند که شمار آنها مشخص نیست. از سرنوشت بیشترشان هم خبری نیست. طالبان پیش از قدرتگیری شماری از اتباعی خارجی را نیز ربوده بودند. مارک فریکس امریکایی یکی از آنهاست و سرنوشت نامعلومی دارد. سامی کنولد دوست دختر این جوان برای رهایی او به هر دری رفت تا او را امروز در کنارش ببیند. من خیلی خوشحالم. هیچ وقتی چنین خوشحال نبودم. شکرگزارم از این که در کنارم است. این زندانی طالبان در نخستین روزهای رسیدنش به امریکا کارش را از سر گرفت. او در پی بیرون کردن افراد بیشتری از افغانستان است. نگاه او به سوی آفتاب، نگاه به فرداهای روشن برای هموطنان است که در ناامیدی فراگیر تحت حاکمیت طالبان به سر می برند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.